سلام، امروز اومدم با یه آموزش جدید و میخوام بهتون زبان انگلیسی با ایموجی ها رو آموزش بدم. شکلک هایی که هر روز و هر روز ازشون استفاده این شکلک که همه به عنوان شکلک خنده میشناسیمش Rolling on the floor هست، یعنی Rolling به معنی غلط زدن، On به معنی روی یا بر روی چیزی، floor هم یعنی زمین، که همش میشه rolling on the floor یا همون غلط زدن روی زمین، که از خنده معمولا این کارو میکنن. شکلک بعدی هم شکلک شبیه تعجبه، screaming in fear. معنی کلمات رو ببینیم، screaming یعنی جیغ زدن، in یعنی در داخل، fear هم یعنی ترس. حالا همش در کنار هم screaming in fear یعنی جیغ زدن تو حالت ترس، از یه چیزی ترسیده باشی. شکلک بعدی شبیه شکلک ناراحتیه و تو انگلیسی بهش میگن disappointed face، یعنی disappointed به معنی ناامید شده، face هم که به معنی صورت یا چهره است، و در کنار هم میشه disappointed face یعنی چهره ناامید شده، چهره غم زده، یه همچین تعریفی. شکلک بعدی شبیه ناراحتیه که حال خوبی هم نداره، disappointed but relieved. disappointed توی قبلی هم بود به معنی ناامید شده، but هم به معنی اما هست، و relieved هم به معنی خلاص شده، یعنی ناامید شده ولی الان حالش بهتره، خلاص شده دیگه از اون موضوعی که پیش اومده بوده. شکلک بعدی شکلک عصبانیه، هممون میدونیم، و angry بهش گفته میشه، angry face. پس angry به معنی عصبانی. این شکلک رو فکر کنم هممون درست استفاده میکنیم. شکلک بعدی شکلک چیزی که ما میبینیم چشمک زدنه، wink بهش این گفته میشه، و wink یعنی چشمک زدن. پس کاملا درست ازش استفاده میکنیم و همین معنی رو هم میده. شکلک بعدی شبیه حالت فکر کردن و این هاست، thinking face. thinking یعنی فکر کردن به چیزی. بریم سراغ شکلک بعدی. این ایموجی شبیه یه آدم خوشحال یا راضیه، درسته؟ بهش میگن relaxing face. حالا معنی relaxing به معنی ریلکس کردن، آرامش داشتن و این هاست. بریم سراغ شکلک بعدیمون. اینو نمیدونم برای چی دقیقا استفاده میکنیم، ولی بهش میگن expressionless. expression یعنی بیان، ابراز، یه اسم. expressionless یعنی این که نتونی چیزی رو ابراز کنی، غیر قابل ابراز باشه. وقتی less چسبیده به expression یه هم چیزی ایجاد میکنه. خب برای من تو کامنت ها بگید شما از چه شکلکی خیلی زیاد استفاده میکنید، و یادتون باشه حتما کانال منو سابسکرایب کنید. اگه منو لایک کنید ممنون میشم، ازم حمایت کنید تا بتونم ویدیوهای بیشتری براتون آماده کنم. فعلا خدافظ.